درس 58م آخرین درس از سری درس های language focus تو این 4-5 درس اخیره و قراره در مورد به طور خاص در مورد فعل take صحبت کنیم. Hey guys, how are you doing? سلام علیکم، احوال شما؟ خوبین، خوشین، سلامتین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به استاد انگلیش. من حسینم با یک درس دیگه، درس 58م از سری درس‌های آموزش لغات 0 تا 100 دوره متوسطه بر اساس سطح متوسط کتاب Oxford Word Skills یعنی Intermediate در خدمتتون هستم. امروز بچه‌ها همونطور که گفتم درس 58م هستیم و درس 58 میشه صفحه 121. یه درس یه صفحه‌ای که نصف صفحه برای ما درسنامه داره، بنابراین درس کوتاهی داریم، ولی از اونجایی که افعالی مثل get و do و make و take و نمیدونم go و این فعل‌ها جز پرکاربردترین فعل‌ها تو زبان انگلیسی هست، take هم یکی از ایناست، واقعا هرچی از اهمیتش بگم باز کمه، حواستون بنابراین باشه. معنی های مختلفی دارن این فعل ها. اتفاقا همین امروز که دارم ویدیو رو میگیرم سر یکی از کلاس ها داشتم به یکی از بچه ها میگفتم که بعضی وقتا زبان آموزا حس میکنن که چقدر بد که مثلا یک کلمه یک فعل، مثلا فعل ها تو زبان انگلیسی این شکلی هن. چند تا معنی مختلف دارن. یهو مثلا get رو میبینی 3 صفحه 4 صفحه معنی توی دیکشنری داره و بغل هر لغتی میاد یه معنی متفاوتی میده، و این چقدر بده. به بچه ها میگم یکم زاویه دیدتون رو عوض کنین. اتفاقا این شاید در ابتدا براتون یه مقدار سخت به نظر بیاد، منتها از اونجایی که معمولا یک ارتباط معنایی بین تمام معنی هایی که مثلا فعل take داره یا فعل get داره، یک ارتباط معنایی ریزی بعدها درک میکنید وجود داره و در سطح بالاتر درکش میکنید، به اون سطح بالاتر که برسین حالا میبینید که چقدر خوبه اتفاقا، و این یک مزیته که یک فعل یک کلمه میاد چند تا معنی مختلف ولی معمولا نزدیک به هم در واقع به ما میده. و پس این نکته مثبتی، خیلی با دید منفی بهش نگاه نکنید و هر سری که مثلا فعلی مثل take رو بغل یک لغت میبینید بیاید مطابقتش بدید با اون معنی قبلی، ببینید آیا این معنی رو take رو در این معنی قبلا میدونستید یا نه. اگه میدونستید خب خیلی عالی، اگه نمیدونستید این رو به معنی های take اضافه کنید و اونجا برید اون معنی take رو یاد بگیرید. به این شکل نباشه که مثلا دیکشنری رو باز کنید برید سراغ take، مثلا 20 تا 30 تا معنی داره، همشو بشینید دونه دونه حفظ کنید. نه، این به درد نمیخوره. هر جا رسیدین توی زبان خوندنتون، توی پروسه زبان خوندن به هر کاربردی از تک رسیدین بررسیش کنید، اگه جدید بود اضافهش کنید، اگه نه که بلدین اونو ردشین برید. اوکی، بریم سراغ درس 121. بچه ها در مورد تک میخواد صحبت کنه، میگه The most common meaning of take is to move somebody or something to another place. رایج ترین معنی تک در زبان انگلیسی بچه ها اینه که یه چیزی یا یک نفری رو از یه جا جابجا کنی ببری یه جا دیگه، همون بردن خودمون در واقع. Or lead somebody to another place، یعنی که یه نفر رو به یه جایی هدایت کنی، به سمتی هدایت کنی. 4 تا جمله آورده برای مثال، این 4 تا رو بخونیم. Take my coat، it's cold. کت منو ببر با خودت، کاپشن منو ببر با خودت، سرده. با کت بچه رو میدونیم که دو تا معنی داره دیگه، از کت ما دو تا معنی انتظار داریم، یکی کاپشن یکی کت، خود کت تکه، کتی که میپوشنه، جفت این معنی رو داره. با توجه به اینکه میگه it's cold احتمال داره که بگی کاپشن، منظورش این باشه. پس take my coat، کت منو ببر. پایینش I took the money and left، پول گرفتم و رفتم. I took the money and left، پول گرفتم رفتم. She took the girl's hands، دست دختر رو گرفت. پس هم بردن هم گرفتن. take رو بچه ها اکثرا دیدم که میگم ها take رو با give اشتباه میگیرین، در صورتی که این دوتا کاملا مخالف همن. در یکی از معنی ها، در کدوم معنی؟ اونجا که take گرفتن یک چیزیه، give دادن اون چیزه. میبینیم که در معنی دیگه take معنی بردن هم مثلا اینجا داره میده. مثال سوم she took the girl's hands، دست دختر رو گرفت، همون گرفتنه. و مثال چهارم Martha took me to the station، منو برد به ایسکا. took me to the station، پس یکی از ساختارها اینه take someone یا something to، بعد یک جا میگید داداشمو بردم مدرسه. I took my brother to school.
البته خیلی وقت دادش من مرسش تموم شده. بیام پایین. نوشته take has many other meanings. معنی متفاوت زیادی داره. And is often used in expressions with particular nouns. و معمولا توی عبارتهایی با اسامی خاصی به کار میره. بریم ببینیم چیا هست. اولیش borrow or steal something without permission. یه چیزی رو قرض بگیری یا بدوزی بدون اجازه. برداری دیگه. یه چیز همون برداشتن خودمونه. Someone has taken my phone. یکی گوشیمو برداشته. زدن تو گوشش ها. یکی گوشیمو برداشته. Someone has taken my phone. Eat or drink drugs medicine. یکی دیگه از معنی های بچه ها. Take. وقتی که take رو داریم پشتش بغلش در واقع بعدش یه مدیسین میارم. این مدیسین هر چیزی میتونه باشه، مثلا شربت، نمیدونم قرص، هر چیز دارویی. خوردن دارو رو اصلا اینجوری میگیم، ایت نمی، مثلا پیلز به معنی قرصه. یا اینجا چی گفته؟ اینجا تبلت گفته. تبلت بچه همون پیلز، اینم براتون بنویسم. تبلت اسش اس جمعه یا پیل همون قرصه در واقع. و اینا خب دارو هن دیگه. هر دارویی رو خوردنش رو ما با تیک میگیم. Take these pills. این قرصا رو بخور. حواستون باشه ای تو اینا نگید. برم پایین تر. Agree to have or accept something. مثلا پذیرفتن بچه. I took his advice. توصیهش و پیشنهادش رو پذیرفتم. قبول کردم. And bought the larger tent. و اون چادر بزرگه رو خریدم. توصیهش رو پذیرفتم و اون چادر بزرگه. پس take advice. Take بعدش advice بیاد بچه ها. Advice نمیدونم suggestion offer هر چیزی که تو این معنی ها باشه. و این take اینجا میشه پذیرفتنش، قبول کردنش، این رو میپذیرم. حتی بذار بریم جلوتر معنی بعدم بگم اینو. پایین تر بچه دو داریم در معنی دو. بله take در معنی دو به کار میره. مثال my son takes his final exam tomorrow. take exam رو بچه خیلی میبینید. take رو بغل exam زیاد میبینید. هر گونه امتحانی، هر گونه تستی. I took a test. I took a driving test. دیروز yesterday. دیروز آزمون رانندگی دادم. Take a driving test. یا هر گونه exam، امتحانی. پس امتحان دادنم باز با این take میاد. جالبه. وقتی میگیم خود گرفتن یک چیز یا دادن یک چیز، گرفتن رو با take میگیم، دادن رو با give. ولی بعضی وقتا take میاد با یک چیزی ترکیب میشه و مجموعش رو ما میگیم امتحان دادن. حواستون باشه گول اینشون رو نخوریم. متوجه منظورم شدین؟ خود take رو ما میگیم گرفتن، نمیگیم دادن. ولی اینجا تیک میاد با اگزم ترکیب میشه. ما تو فارسی خب ما تو فارسی میگیم امتحان دادن دیگه، ما اینجوری میگیم. ولی اونا میگن تیک اگزم. اوکی این رو بپذیریم. تیک خودش در تنهایی هر وقت گرفتن بود میگیم، گیو دادن خواستیم بگیم میگیم گیو. ولی مثلا امتحان دادن میگیم تیک اگزم دیگه، نمیریم سراغ گیوا، این کار نمی کنیم. بیام پایین تر. Need an amount of time. بچه زمان بردن یکی دیگه از معنیه که تیک بغل تایم به درد میخور. مثالشو ببینیم. اول It takes me an hour to get to work. یه ساعت طول میکشه که برسم سر کار. پس اینجا بنویسم Take someone انقدر زمان to do something. مثلا از من نیم ساعت زمان میبره که برسم باشگاه. It takes me half an hour to get to the gym. دو ساعت طول میکشه قرمه سبزی مثلا بپزم. دو ساعت ازم زمان میبره. It takes me two hours to cook قرمه سبزی. پس take someone یه نفر انقدر زمان to do something که فلان کار رو بکنه انقدر زمان میبره. برم جلوتر. travel on بچه. هر وقت در واقع مدل رفتن به جایی رو دارید میگید که با چه وسیله نقلیه دارید میرید، take یا get در این معنی. یعنی take رو میگید، get رو هم میگید، بعدش مثلا باس میارید، تاکسی میارید یا هر گونه وسیله نقلیه. اکثر وسیله نقلیه با هر دو اینا اوکی هست. take I took مثلا a taxi. I took a bus. I got a bus. اینجوری میتونیم به کار ببریم. I got the bus. Sorry. اینم از این. یا مثلا my brother takes the train. با قطار میره.
takes the train to work. با قطار میره. Get the train هم داریم. بله. Used with photo. با عکس بچه ها. Take photo. عکس گرفتن. این بر بنویسم. Take photo. عکس گرفتن. چه جالب. معنی گرفتن. دوباره داره توی take تکرار میشه. Take photo. عکس گرفتن. عکس انداختن. بیام جلوتر. Eat و drink. بله. این معنی بچه بیشتر معنی بریتیشه. تو امریکن خیلی نمیبینی. Do you take milk and sugar in coffee؟ یعنی تو قهوت شکر و شیر هم میخوری قاطیش. Take milk and sugar in coffee به این معنی معنی بریتیشه. خیلی باش کاری نداریم ما. با بچه های کالیفرنیا. و در نهایت معنی آخر. Wear بچه پوشیدن. وقتی میخواید بگید که معمولا چه سایزی میپوشین، چه سایزی میخرین، از take استفاده کنید. مثالشو ببینید. What size shoes do you take? What size shoes do you take? چه سایز کفشی معمولا میبری، میخری، میپوشی؟ پس یه چیزی تو مایه های پوشیدن اینجا داره معنی میده. 43. پس بنابراین I usually take a medium مثلا. معمولا medium میپوشم، medium میگیرم. I usually take a medium. میبینید بچه ها take در معنی پوشیدن. رفتی به فروشنده گفتی، فروشنده میگه معمولا چه سایزی خوب میپوشین، چه سایزی بیارم. معمولا medium میپوشم من. I usually take a medium. قبل از سایز ها معمولا یه دونه اما میاریم. حواستون به این باشه. این از این و معنی های take. گفتم آرو به این take و give خیلی بچه دقت کنید. Take شد گرفتن، give شد دادن. ولی دیدیم که در خلال این در واقع معنی ها بغل لغت های دیگه ممکنه کل عبارت رو من یه جوری ترجمه کنم که توش دادن باشه. Take exam امتحان دادن. اینجوری انقدر معنی وار بهش نگاه نکنید. در واقع اینو یاد بگیرید که آقا امتحان با تیک، نمیدونم یه چیزی رو پذیرفتن، توصیه رو پذیرفتن با تیک، عکس گرفتن با تیک، دارو خوردن با تیک، زمان بردن با تیک، سواری وسیله نقلیه خاصی شدن برای رفتن به جایی با تیک، نمیدونم یه سایز خاصی رو معمولا پوشیدن با تیک. اینا اینجوری یاد بگیرید که آقا اینا با تیک میاد. همین تمام. همه این نکاتو گفتم. مرسی که همراه بودین. تمرین یادتون نره، به شدت کمک میکنه که توی ذهنتون بشینه. مرسی که با لایک کردن انرژی میدید بهم. عکس تختم که مثل همیشه از کانال تلگرامو میتونید بردارید. ممنونم از همراهیتون. تا درس دیگه مراقب خودتون باشین. Take care and bye bye.